با سلام و درود احترام خدمت هموطنانم هم در جای جای ایران و دنیا. دو تا کلیپ پشت سر هم میذارم، شاید پشت سر هم پخش کردم، چون تا دو ساعت دیگه با جامعه عوض کنم، برای مدتی برای بعضی مسائل با جامعه عوض کنم. خدمت شما عرض کنم که اما بعد از این کلیپ، چون احتمال داره هر لحظه برام اتفاق بیفته، این کلیپ رو میخواستم اصلا 10-15 دقیقه بذارم و الان میذارم، اما بعد از این کلیپ به شما تقدیم خواهم کرد که آخر تمام دلالان دینی در طول این لاغت چند صد سال اخیر چی بوده، به چه نحوی از بین رفتن، چه اتفاق افتاده، همش هم مستند صورت خواهم کرد خدمت تا آخونده بفهمن که فکر نکنن دنیا خر تو خره و و و و خدمت شما هستم که امام جمعه خامنه‌ای مناظرات صدا سیما لطمات بدی به نظام زده است. چرا مناظرات نه تنها هیجان انتخاب نداد، بلکه هیجان را کشت. ابوالفضل فاتح در زمان اعتماد نوشت مردم که از زندگی و جامعه در سطح ملی با پیچیدگی های فراوان مواجه هستند، نیازمند شخصیت صادق با عمق استراتژیک، تصمیم ساز، مسئله شناس، راه حل محور و دارای اقتدار لازم برای پیاده کردن تصمیمات هستند. ندارند. اینا رو ساختن به همچین روزی. خامنه‌ای عقلش میرسه؟ خیلی خوشحال از این بابت. خوشحال وقتی کادر تایید شدن، گفتم درست گشتم توی دزدها، توی جنایتکارها، توی همه چی بهتریش پیدا کردن، گل سرسر پیدا کردن که مردم به ریش نداشته اینا بخندن، به آبرو نداشته اینا به فاتح بخونن. طراحی امکان بروز و ظهور و ارزیابی چین توانمندی را از کاندیدا به مخاطبان نمیدهد، برعکس در فضای کسالت آور فعلی بیشتر از انتخابات در سطح دانش و توانمندی بسیاری از کاندیدا گریزان شده و نهایتا کسانی که تصمیم به مشارکت داشتن اندکی رأیشان جابجا شده است. کسی نمیاد، هر کس که به اینا رأی بده، مطمئن باشید عقل نداره، شعور نداره، شرف نداره، ناموس نداره. کسی ببینه این همه دزدی و این همه خلاف، خودشون میگه، من نمیگم، وقت بره اون رأی بده، حق تهر بلای سرت بیاد، بی شرف بی ناموس ارانزاده میبینی دوست حاضر بازم حاضر خودشو در اعتراف کنن چیکار چی جنایتی کردن، چه دزدی، چه خیانتی کردن، خودشون وقتی رأی میدی مزحکی خاص آن میخوای بشی، آیندت نابود میکنی، آیندت نابود، شک نکن، من بگذرم اون بذرم نسل جوان آینده نمیگذر از شما، عکستونو میگیره، کپی پاست همه چیتونو میگیره، بعد شما برو نفس بی تو حکومت بعدی، تو دشمنی کشوری، تو دوست دشمن ما هستی، تو نابود کننده و نابود بشه، شک نکن، تو زندان ها برای شما کار زیاد هست، خوش خدمتی میکنی، پاچه خوری میکنی، کس آفده نجاست، توف توی شرف نداشتن، ولی خوشحالم، برو رای بده، برو رای بعد رو ببین، پسته آخر رو ببین، جاده آخر رو ببین، جدن خیلی بدبختی که میره رای میدی، به کی، به چی؟ به دزدی، به خیانت، به ظلم به مردم، به خودت، به زن بچت، به آینده خودت، مش پس عقل نداری، یه دیوانه، دیوانه با جمعش تیمارستان یا توی زندان ها، کسی برای جامعه مخرب هست و کسی هست، باید توی زندان ها بماند تا بپوسد، نفس کشیدن در فضای آزاد برای اینا جنایت در حق ملته، شک نکنید، برو بگیر آقا جون، برو بگیر وطنت رو بفروش، ناموس رو بفروش، همه چی رو به 50-100-200 هزار تومان، ولی اینو بدون آینده‌ای نداری، من بگذرم، اون بگذره، شاه بگذره، هر کس بگذره، این نسل جوان جیگرتو در میاره، شک نکن، من میرم رأی میدم، برو بده، رأی دادن نیست، این خیلی چیز دیگه دادن است، کسی بوی هستی نبوده. روزنامه فرنگی متعلق به ولایتی مشاور خامنه‌ای ندید نوشته رقابت انتخاباتی نه تنها منجر به افزایش مشارکت نشده، بلکه منجر به کاهش آن نیز شده است. آخوند عاملی امام جمعه خامنه‌ای در دبیر نیز درگیری میان نامزدها را خطرناک توصیف کرد و گفت مناظرات لطمات بدی به نظام زده است. حقش دستپخت خودش است. یه گفت انتخابات نعمت است و نباید تبدیل به نقمت و شقاق شود. هر نامزد فعالیت انتخاباتی خود قبل از رأی گیری و بعد از انتخابات کاری بکند که نتیجه مرزبندی فلان فلان فلان.
خلاصه دیگه نوشته دیگه، خارشت از طور انصاف، عصبانیت و وعده قرمانی رو همه همدیگر رو میشناسن، که صحبت کنی همدیگر میدونن. دولت کانادا ستاد سخنگوی انتخابات، وای چه اتفاق افتاد، وای 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 جدن متاسف شدم، متاسف سخنگوی ستاد انتخابات، دولت کانادا مجوز برگزاری انتخابات ریاست جمهوری رو نداد. اونا چقدر رأی داره اونجا؟ نداد. آمریکا داد. ماهیتشون مشخص میکنند، زیرا به خودشونو میزنند. در نظر مردم اینا جز کثیف‌ترین ها خواهم بود. حالا محسن اسلامی سخنگوی ستاد انتخابات ریاست جمهوری در ایران اعلام کرد که به دلیل صادر نشدن مجوز از سوی دولت کانادا انتخابات ریاست جمهوری ایران در کانادا برگزار نخواهد شد. البته دستور انگلیس رو دستور شد. آقای اسلامی گفته تا کنون 344 شعبه اخطار در خارج از کشور پیش بینی شده است. مبارک باشه. بله. آقای اصلا نمی‌شناسم. آقای احمد رضا حائری از زندان قزلرسان جمله قشنگ گفته. نه با شکوه مردم ایران. نه با شکوه تاری نشده بودم. جمله خیلی قشنگه. نه با شکوه مردم ایران به انتخابات را ستود. امرزا آلی زندانی سیاسی و فعال حقوق بشری در یادداشت از تحریم انتخابات دفاع کرد و اصلاح طلبان را به نقد کشید. آقای حائری مشارکت پایین در انتخابات اخیر مجلس شورای اسلامی را به عنوان یک نه باشکوه توصیف کرد. دستش درد نکنه. خب بین آقای پور محمدی چی میگن؟ مصطفی پور محمدی سخنش با ضرورت افزایش مشارکت مردم آغاز کرد و گفت نظرسنجی ها افزایش را نشان نمیدهد. بحث انتخابات ناموس سیاسی کشوره. جمهوری اسلامی با مردم و رأی مردم شکل گرفته، با حضور مردم. هنوز با سیاست قانون جامعه انتخابات که بر اساس سیاست کلی باشه ننوشتیم. خب معلومه، من معتقدم سال 88 بسیاری از گرفتاری هایی که داشتیم به خاطر این که سیاست انتخاباتمون درست نبود، و این مسئله بسیار مسئله جدی است، نمیشه ازش به راحتی گذشت. ببینید همین الان انتخابات، این انتخابات جاری ما، مسئله انتخابات مسئله جدی، نمیشه ازش گذشت. تعدادی از آقایون تایید نشدن، آقای جهانگیری، آقای لاریجانی، آقای دکتر حسینی که تو مجلس نماینده است. برخی افرادی با ما چه فرق میکنن؟ چه تفاوتی بین ما و اونهاست؟ چرا اونها باشن ما باشیم اونها نباشن؟ دغدغه است بین جامعه، مسئله است باید حل بشه. من البته حق میدم به اعضای شورای نگهبان، دوستان خودم، اینا میگن ما قاضی هستیم، قانون به ما گفته ما حق داریم. منم چون قاضی بودم اینا میفهمم. من مشکل در ساختار و برخی قوانین دارم. ما نباید قوانین انتخاباتمون شناور باشه، تعیین صلاحیت شناور باشه. قوانین انتخاباتی تو دنیا جز قانون اساسی شونه، جز قانون‌های پایدار و ثابت غیر قابل تغییره. الان دوستان ما اینجا نشستن، اصلا مسئله مهم مثلا اینجا الان بگیم جناب آقای قالیباف، جناب دوستان ما، نماینده کدوم جریان سیاسی مشخص هستیم؟ خودمونیم فقط. اگه خوب عمل کردیم، رأی آوردیم، خوب عمل کردیم، خودمون موفق نبودیم، کسی از کسی نمیتونه سوال کنه. پشتوانه ما کی؟ حتی آقای پزشکیان که نماینده جریان به نام فرد مشخص، ایشون برنامه خودشو داره. همین الانم هم تو این برنامه ایشون گفتش که یه عده به من رو آوردند. خب ببینید اینا مسئله و دغدغه های جدی و مهم کشوره، اصلا نمیخوایم به این مسائل بپردازیم. بله پزشکیان درباره برجام من میفهمم که نمیفهمم، اما ایده عقل کل توهم دانایی دارند. من نمیدونم چرا برجام حاشیه میرن. برجام دستور خامنه ای بود به دستور ارباباش. نفت بشک 124 دلار شد 30 دلار. آقای احمدیان هم در آقای احمدیان هم کاره بود، ظریف بی‌شرف بی‌ناموس سرمزاده خودفروش و وطن فروش، ناموس فروش. نمیدونم چرا مغلطه ما رو نمیخوام بگن. همین کار کردن، نابود کردن اقتصاد کشور رو، حتی خودشون رو. گوش می‌چی میاد پزشکان؟ اون بحثی که برادرمون آقای زاکانی می‌فرمایند، من گفتم سوادشو ندارم. مشکل اینه ایران سوادشو نداشتن. ولی اینا میگفتن ما کارشناسیم. من هم گفتم کارشناس نیستم. بعد ازشون سوال کردم روش ارزیابیتون چیه؟ چجوری می‌خواید تحقیق کنید؟ همین برادر گفت روش یعنی چی؟ بالاخره الان هر موضوعی رو بررسی کنی از نظر علمی روش داره. اگر اینا اون راه رو رفتن، 100 نفر دیگه از اون راه بره باید به اون نتیجه برسه.
نفت و و زیرساختای نفتی رو، گازی رو، معاملات رو، همشو داریم روزانه، شاید میشد چندین هزار میلیارد روزانه داریم ضرر میدیم به خاطر همین تصمیماتمون. من میفهمم که نمیفهمم، مشکل اینه که یه عده خیال میکنن عقل کلند و همه چیز رو میفهمن. من تو دوره تحصیل آدمی نبودم که بی سواد، همه مراتبم رو با رتبه‌های خوب اومدم بالا، در امتحانات برد نفر دوم کشور شدم. اینجوری نیست که مثلا بی سوادم، چون میفهمم میگم باید کارشناس نگاه کنه. من تب چون زیاد مجبور خود کوتاه کنم بعضی باشه. در مورد کرسنت من قبلا گفتم، مثلا ببینم آقای پور محمدی چی میگه. جالبه، خوب دارم چیزی که نیمانی میدونه رو دارم باز میکنم، این خیلی خوبه. این پست مقام چی هست؟ ببینید، اینجا جایی بزن در رو نیست، اینجا جایی بگو در رو هم نیست. این مسائل جای جدی بحث داره، کلیات هم گفتن و نمیدونید و نمیفهمید و خبر ندارید و اینها. بعدم حالا شما که علامه دهرید، بگید یه جا عمل کردید، ببینید چه عملتون چیه. تو کتابای درسی و دانشگاه و پژوهشگاه که خیلی حرفه، تو رشته خودتون هم موفق نبودید تو کاراتون، بگید دو تا مذاکره قوی و موفق ارائه شده. پریشب بعد از جلسه نکته خوبی گفتن، گفتن شما برنامه‌های خیلی خوبی داری، همه‌ش هم قبول دارم، تو همه چی هم کار کردی، اینا رو بده به ما، حتما من چیز بشم اینا رو اجرا میکنم. ما حاضر بودیم بدیم، که شما اگه برنامه ندارید الان نگید که برز به بعد زنبیل نذاشتیم تا 15 سال ما برای این پست زنبیل نذاشتیم. اتفاقا باید بذارید، باید برای این موضوع اگه زبون در میشوید احساس وظیفه کنید، به قول خودتون بیگدار نیاید، بدون تعصب بدون کار نمیشه. قطعنامه هایی در سازمان ملل تصویب شده، ملت ما رو بیچاره کرده. شما که مسئول بودید، چرا جلو این صدور قطعنامه رو نتونستید بگیرید؟ این همه خسارت 15 سال به ملت ایران وارد شده، صدها میلیارد دلار این کشور خسارت دیده، این همه مشکل مملکت داره و مردم دارن، چرا اجازه دادید؟ چرا عمل نکردید؟ چرا اون قدرت دانشتون، قدرت مذاکراتیتون عمل نکرد؟ قطعنامه پشت سر هم صادر شد و ما گیر افتادیم تو سازمان ملل، که حالا با دریوزگی بریم برجام رو قبول کنیم، FATF رو قبول کنیم و صد جای دیگر رو. اینا مسئله مهم نمیشه. بله آقا، دوران بزن در رو و بگو در رو گذشته. بله، کم کم داره جالب میشه. جامعه ایثارگران و جانبازان و آزادگان کشور طی بیانیه اعلام کردن، دوباره میگم ببینید، جامعه ایثارگران، جانبازان و آزادگان کشور طی بیانیه اعلام کردن در هیچ انتخابات شرکت نمی کنند و از ملت ایران درخواست کردن روز انتخابات در محضر بمانند. دمشون گرم. بیانیه جامعه ایثارگران، جانبازان و آزادگان ایران در خصوص انتخابات: اگر انقلاب بود کردیم، اگر رفراندوم بود شرکت کردیم، اگر جنگ بود رفتیم، اگر شهید بود تقدیم کردیم، اگر جانباز و آزاده بود تحویل گرفتیم، اگر انتخابات 1001 بار شرکت کردیم، اگر مسجد حسینی‌ها بود خالی نگذاشتیم، اگر مناسبت‌ها بود ملت همیشه در صحنه بودیم، اگر حماقت بود سنگ تمام گذاشتیم، اگر حماقت بود سنگ تمام گذاشتیم، اگر تحریم بود تحمل کردیم، اگر قرار بود ما بمانیم و فرزندان ما، فرزندان شما در اروپا و آمریکا خوش بگذرونن، ماندیم و آنها رفتند و در مقابل شما هم جواب ما را دادید. جواب شما اخلاص، فساد، نابودی کشور، فحشا، دروغ، فقر و بی‌ارزشی ملت و پاسپورت و پول ایران بود. پس دیگر در انتخابات که ملت همیشه در صحنه می‌شویم و نه روز بعد از انتخابات آشوبگر و ضد انقلاب و فتنه‌گر و خس و خاشاک خواهیم بود. صبر خدا هم 40 سال است. ما که از بندگان خدا هستیم و 45 سال صبر کردیم، پس ما امتحان پس دادیم و شما هم امتحان پس دادید. ما قبول شدیم و شما رفوزه. آزمون خطا است. آدم از یک سوراخ دوبار گزیده نمی‌شود. ما ملت ایران 45 سال که داریم گزیده می‌شویم و دیگر نه تحمل داریم، تحمل درد داریم، نه جای زخم. در هیچ کجای دنیا، در هیچ دینی، در هیچ مذهبی، در هیچ خانه خود نشستن جرم گناه نیست. و اینکه ما نه آشوبگران رو، نه مخرب بین ما رو، نه خس و خاشاکیم و نه رأی دادیم، فقط در خانه خود خواهیم ماند. شما هموطن عزیز امروز انتخابات در خانه بمان، ما کهنه سربازان در خانه میمانیم. جامعه ایثارگران ایران از شما تقاضا دارد که این پیام را به تمام گروه ها ارسال فرمایید تا یک اتحاد و همدلی بین ما هم به همسنگران ایجاد شود. خب تا کلیپ بعدی ایام بر.